تا اینجا با چند تا از ابزارهای ترسیم پله آشنا شدیم حالا میخوایم با دو تا ابزار دیگه برای ترسیم پله آشنا بشیم اگر استیل رو ما انتخاب کنیم یک گزینه دیگه هنوز مونده به نام یو شیپ ویندر که با این ابزار ما میتونیم پله های یک چهارم گردش یا همون یو رو به صورت اتوماتیک ترسیم کنیم که مثل حالت ال شیپ ویندر هستش تنظیماتش و اگر انتخاب کنیم میبینیم که به سرعت برای ما پله ترسیم میشه به این صورت حالا تیکش رو بفشاریم و توی دید سه نگاه کنیم به این شکل پله ما ترسیم شد که خودش با توجه به ارتفاعمون تعداد پله رو تنظیم میکنه اگر توی لول قرار بگیریم و استر رو مجددا انتخاب کنیم بعد از این پله هایی که با استفاده از کامپوننت ها ایجاد میشه که بهش میگن استر بای کامپوننت ما یک نوع ترسیم برای پله داریم که به صورت دستی انجام میشه که میتونیم هر نوع پله پیچیده ای رو با این روش ترسیم کنیم یه ابزار به نام کرییت اسکچ داریم که اگر انتخابش کنیم سه تا حالت برای ما توی قسمت دراو نمایش داده میشه که ما میتونیم با استفاده از این سه تا گزینه انواع و اقسام پله های مورد نظرمون رو بسازیم برای این کار ما باید به صورت دستی پله رو ترسیم کنیم سه تا قسمت داریم ما اینجا باندری که ما میتونیم با استفاده از باندری خطوط اطراف یا محدوده پلمون رو ترسیم کنیم که به صورت خطوط سبز رنگ هم نمایش داده میشن توی رایزر ما میتونیم کف پله هامون رو ترسیم کنیم که با خطوط مشکی نمایش داده میشن و توی استرپس هم ما میتونیم مسیر پلهمون رو مشخص کنیم اگر ما باندری رو انتخاب کنیم حالا میتونیم خیلی راحت شروع به ترسیم کنیم الان من میخوام یک پله مستقیم رو شروع کنم مثلا اینجا پنج متر بعد از این قسمت میتونم یک کمان حالا بزنم به این صورت و مجددا یک خط صاف رو ترسیم کنم به این صورت حالا یا میتونم این رو کپی بگیرم یا اینکه به صورت آفست بکشم خب اگه بخوام کپی بگیریم که خیلی راحته این رو انتخاب میکنیم و کل باند رو انتخاب میکنیم حالا میتونم کپی بگیرم مثلا این قسمت قرارش بدم تا باید این خط ها رو تا لبه اون خط دیگه برسونیم به این صورت خب ما تونستیم تا اینجا خطوط اطراف پلمون رو ترسیم کنیم حالا توی اینا باید پله ها رو بذاریم برای گذاشتن پله از رایزر استفاده می کنیم خب ما رایزه را, را انتخاب میکنیم حالا شروع به ترسیم پله ها میکنیم یک پله را انتخاب میکنیم میتونیم توی ابزارهای مودیفای آفست رو انتخاب کنیم حالا ابعاد کف پله رو وارد میکنیم و به صورت دستی این پله ها رو ترسیم میکنیم حالا میتونیم این قسمت رو به صورت یه پاگرد در نظر بگیریم و مجددا از قسمت رایزر شروع به ترسیم کنیم مجدد آفست رو انتخاب کنیم و از این سمت تعداد پله ها رو وارد میکنیم. حتما به دقت کنید که باید یه محیط بسته باشه این. بعد از این کار بعد از این که تعداد پلام رو وارد کردیم از قسمت استرپز یک مسیر برای پلمون مشخص کنیم مثلا از این قسمت به این قسمت حالا اگر تیک فینیش رو بزنیم و توی دید سه بعدی قرار بگیریم میبینیم که پله ما به این صورت ترسیم شد برای اینکه بهتر متوجه این موضوع بشیم میتونیم مجددا با استفاده از Create Sketch یک پله دیگر رو ترسیم کنیم اول با باندری شروع به ترسیم پله دلخواهمون می میکنیم مثلا با یک شیبی من شروع به ترسیم میکنم و بعد یک کمان میزنم اینجا به این صورت و در انتها هم ادامه پلمو رو ترسیم میکنم حالا این پله رو باید آفست کنم به این سمت با آفست یا میرور میتونیم این کار رو انجام بدیم کل پله رو انتخاب میکنیم و بعد یک خط فرضی رو اینجا وارد میکنیم تا پله ما توی قسمت سمت راست هم کپی بشه بعد از اینکه باندری یا اطراف دور پلمون رو ترسیم کردیم حالا از قسمت رایزر شروع به ترسیم پلمون میکنیم مثلا پله من میخوام از اینجا شروع بشه با آفست سه دهم شروع به ترسیم کف پلم میکنم حالا برای رسوندن این خطوط از اکستنتریم استفاده میکنیم و این خط رو انتخاب میکنیم به این صورت و مجددا این خط رو انتخاب میکنیم و با استفاده از Trim Extend Multiple تمام این خطوط رو به این خط میرسونیم خب حالا این قسمت میخوام پاگرد باشه مجددا از قسمت رایزر شروع به ترسیم میکنیم و حالا با آفست تعداد کف هامون رو ایجاد میکنیم به این صورت حالا از قسمت استرپس یک خط مسیر رو وارد می‌کنیم، این استرپس هم از ورژن‌های بالا به نرم افزار اضافه شده در انتها تیک فینیش دید مود رو می‌زنیم، حالا اگر توی دید بودی قرار بگیریم می‌بینیم پله ما به این صورت ترسیم شد حالا میتونیم براش ریلینگ هم در نظر بگیریم به این صورت پس ما از قسمت Create a Sketch میتونیم با استفاده از باندری و رایزر یک پله دستی و با شکل دلخواه رو ایجاد کنیم